کرده باشه که تراکتور از کاوه، یعنی اون تعاملی که از کاوه رضایی شکایت نکردیم. آقای کاوه رضایی تقاضای فسخ کرده، سازمان لیگ این فسخ رو که در واقع یک طرفه توسط ایشون انجام شده داده کمیته وضعیت. ما هم تو اون جلسه بودیم، استقلال هم بود، رأی رو اینجوری دادن که ایشون فسخش غیر موجه. چون فسخش غیر موجه خود به خود اتوماتیک وار تا پایان فسخ هیچ باشگاهی نمیتونه بره. رفته استیناف، استیناف کلن رأی رو تایید کرده، فقط گفت این بخشش که تو میگی هیچ باشگاهی نمیتونه بره تو نگو، بذار سازمان لیگ بگه، هیچ فرق نمیکنه. الان ما میتونیم از ایشون بابت اینکه فسخش غیر قانونی بوده شکایت کنیم که هم غرامت داره هم محرومیت که به هم چسبیدن، یعنی این یا اون نیست، غرامت و محرومیت هر دو تو هم. خب این اتفاق میفته، هنوز از ایشون شکایت نکردیم. راستش به صورت ایشون یه بازیکن حرفه‌ایه، ولی باید قبول کنه ما هم باشگاه حرفه‌ای هستیم. بعد تعامل دو نفره شک نگرفتی که مثلا با خود کاوه رضایی شما مستقیم صحبت کنید چه حل بشه؟ نه ببین، آخه ما مشاوره، ما در واقع جلسات متعددی با ایشون داشتیم برای اینکه فسخ نکنه. و من گوشزد کردم بهش به عنوان کسی که فرد مطلعی هستم در این رابطه، گفتم شما اگه این کارو بکنی مضطر میشه. حرف ما رو قبول نکرد. فردا توسط وکلاش اومدم و این موضوع البته ثابت شد که فسخ غیر موجه، ولی به نظرم میرسه به سختی میشه در واقع مذاکره کرد. مذاکره این راستا چند دفعه اقدام کردیم ما، جالبه که ما تقاضای مذاکره کردیم خوبم نبوده، ولی امیدوار هستم که به هر صورت بیان صحبت کنیم با هم دیگه که ما شکایت رو نکنیم. دوست داریم کاوه بازیکن ملی ماست، ایشون یه بازیکن حرفه ای است، ما هم یه باشگاه حرفه ای دوست داریم کاوه بره بازی خودش بکنه و امیدوار هستیم که هر جا هست موفق باشه. زنده کاوه با رفتنش و فسخ غیر موجهش باعث شد ما یه نفر صحنه فیفا نتونیم بگیریم. و جالبی که به شما میگم تا همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم کاوه هنوز تو لیست ماست، یعنی هنوز کاوه تو لیست ماست. خیلی هم خوب.